سبیل الدموع سبیل. یاد شونه دیگه الله جل شانه وقتی که منافقین و مرتدین به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر همه مسلمان ها تهمت زدن که این زن زانیه و بدکاره است معاذ الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی غمگین شدن، پریشان شدن. تا 16 آیه در سوره نور سپاره 18 به پاک دامنی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها نازل نشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم غم و اندوه و پریشانی را برطرف نشد، به صورتی که مطمئن بودن که زن پاک است. الله چی میگه؟ پیامبر غیب نمیدانه، سرسرکا شیشته کتابه که داره و تسبیح بشی گذاشته و چشمایم سرمه کده، ریش و مندیلم داره مزخرف، بیا فال ببینم. باز جوانات بیشتر جوانا به سرطان سرکار است، جوانا و خواهرها روی تعلیم ببینیم، فال میبینیم، باز فال میبینیم والله دو ازدواج دیگه هم به پینک شما نوشته است تالشم. اون میگه دست یک ماهیم فرار کنم، از اون که دختر فروشا به 8 لک و 10 لک میده، دو تا که بشد تباه و برباد میشه. بعد اگه چی؟ یک مرتبه دیگه مریض میشی، سه مرتبه خطر به پیش روی تو میایه. تعویز هم تعویز های چند؟ تعویز 2000، 5000، 10000، گوسفند بیار به این تعویز گوسفند بکاره بود، تعویز گاوی بکاره بود، تعویز مرغ بود، تعویز 20 تا تخم مرغ بود، تعویز نیم سر زعفران بود، تعویز یکی از برادرها شماره تلفن پیش ما است، گفت رفتم پیش یک جادوگر، یک کاهن مرتد بیدین. گفتم یک دو نفر بسیار بعد میخوام که اینا از بین برم، بین یک دیگر جنجال کنم. گفت تو برو یک چوک پست مرکز، یعنی پست خر نعوذ بالله، دور شرافت مسجد و جماعت بیار. گفت آیات کلام الله رو بروی پست خر نوشته کرد، گفت ایر ببر داخل تندور بنداز بسوزان، او دو برادر خود هم دیگر تباه و جنجال و برباد میشه، شقاق و نقاق و مخالفت ما بین اینا شروع میشه. غیب گفتن و جادوگری به فتوای وهابی نی، به فتوای الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلق کفر است، کافر میشه انسان. این بیدین ها امروز سر بازار ها زیاد شدن، مردم پیش هندو میره، پیش سیک میره، مسلمان اگر تعویز ازی کار میده چرا کابل بانگ نمیزنه؟ چرا عزیزی بانگ نمیزنه؟ اگر تعویز ازی کار میده چرا وکیل پارلمان نمیشه به زیریه تعویز خود؟ چرا وزارت نمیگیره که جنجال هر روز بسره؟ با 50 روپیه 20 روپیه تو خاک سرک میخورد داخل پیاده روی شیشته است بدبخت گمراه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید جایزه و خدمت و محبت به جادوگر چیست؟ که سر یا مثل سرت حیوان بده خلاف به شرط که نظام اسلامی باشه، اما تو قوزی وقت حکم کند کل جادوگرار جمع کنند به یک جای به سلوخی و غصابی حدودی الله و امر الله به سر نجاره کنند. الحمدلله به داخل 14 سال یک فعالیت که حکومت افغانستان کرد یک مقدار بعضی جادوگرار جمع کرد، نه باز عالمی وقتا پس پیدا شدن نماینده های امریکا و یهود و کسی که به جادو عقیده هم بکنه معاذ الله از اسلام خارج میشه.